با پوشش ویژه انتخابات آمریکا با شما هستیم. برای بررسی تحولات این انتخابات در روابط ایران و آمریکا با خانم شیرین هانتر از کارشناسان مسائل بین الملل گفتگو خواهیم داشت. سلام خانم هانتر. سلام. خیلی ممنونم که به ما وقت دادید. خواهش میکنم با کمال میل. خانم هانتر، سوال اول من از شما اینه که شرایط انتخاباتی این روزهای آمریکا چطوریه؟ شما در واشنگتن هستین و می‌خوایم بدونیم که شرایط چگونه است. بله، البته میدونید واشنگتن در چند هفته گذشته میشه گفتش که تا حدی آروم بوده و دیگه اثری از اون تظاهرات خیلی شدید و بعضی قارت و میدونید مغازه ها و غیره از اون دیگه خبری نیست. یه مقدارش هم بیشتر به خاطر اینه که دوباره این کووید 19 دوباره یک جهشی پیدا کرده و شاید مردم نگرانی اون هست. در مناطق دیگر امریکا هم در اونجایی که من در به اصطلاح روزنامه ها و رسانه ها میبینم یه از این تشنجات کمتر شده. البته عواملی که باعث بروز این تشنجات شده بود هنوز پابرجاست، از جمله شکاف های ایدئولوژیک و غیره در امریکا که در من فهم می‌کنم در مثلا دهه اخیر و شاید در دو دهه اخیر عمیق‌تر شده، اینها هنوز هست. بنابراین امکان این که به خصوص اگر نتایج انتخابات خیلی صریح نباشه، مثلا اگر هیچ کدوم از کاندیداهای پیروزی قاطع به دست نیارن موزه میکنی و آرا نزدیک باشه، خب این ممکنه که طرفدارانشون ادعا کنن که انتخابات درست نبوده و خطر اینکه یه نوع درگیری های دوباره در پیش بگیره هنوز هست. حتی بعضی نگران هستن که روز سوم نوامبر هم یه تشنجاتی پیش بیاد، ولی فعلا در حال حاضر میشه گفتش که یک آرامش نسبی برقراره تا ببینیم چی میشه. خانم هانتر، خود شما رأی پستی میدید یا نه حضور پیدا میکنید سوم نوامبر برای رأی دادن؟ اگه پستی دادید و قراره بدید به نظرتون راحته یا نه همونطور که آقای ترامپ میگه خیلی رأی پستی سخته، میشه توش تقلب بشه و غیره؟ والا ما پستی رای دادیم، هم من و هم همسر من، و باید بگم که همسر من زحمت بردنش رو به پستم قبول کرد و من فکر نمی کنم که واقعا تقلبی باشه. این چیز تازه نیست. ببینید فرستادن رای از طریق پست در حتی در قبل از دوران به اصطلاح این پندمیک و واگیری همگیری این وجود داشته. مثلا امریکایی هایی که در خارج از امریکا زندگی میکنن، به خصوص اکسپاتریت میدونین اونا که در کشورهای دیگه زندگی میکنن، اونا همیشه آرای خودشون رو با پست میفرستادن. نمیشه که فرض کنید شما اگر مقیم فرضاً اروپا هستین یا آسیا یا جاهای دیگه، نمیتونید که فقط برای یه روز برای رأی دادن باشین بیاین. بنابراین این چیز تازه ای نیست. منتها این علت این که این به سوال کشیده شده به خاطر همین اختلافاتی است که بایدن و ترامپ و اینا دارن. درسته. خانم هانتر، من میخوام به بخش ارتباط ایران و آمریکا برسم. آقای بایدن چندین بار گفتن که من به برجام برمیگردم و حتی یه طرحی هم راجع به روابطش با ایران مطرح کردن. اول از نظر شما این برگشت به برجام یعنی به برجام گذشته برمیگردن، برجامی که قبل امضا شده و بدون قید و شرط به اون برجام برمیگردن، یا نه یه طرح جدیدی دارن و فکر می‌کنین شروع یک مذاکره جدیدی خواهند داشت با ایران، یا نه همون مذاکره‌ای که زمان آقای اوباما بود همون رو ادامه میدن؟ والا من تا حد خیلی زیادی شک دارم که بایدن به برجام اونطوری که هست، یعنی اون چه که اون قراردادی که در سال 2015 میلادی بسته شد برگرده. دلایلش هم خیلی زیاده. برای اینکه مخالفان برجام در امریکا هنوز خیلی قدرت دارن و متاسفانه خیلی از اونها در روی بایدن هم نفوذ دارن. شما اگر که اظهارات
بعضی از اونها رو ببینید و بخونید، میبینید که اینها همش یک حرفای بسیار مبهمی گفتن. بله ما به برجام برمیگردیم، اما میخوایم که یک برجام قوی تر رو فلان. خب این هم همین حرفی است که ترامپ هم میگه دیگه، منتها بایدن مؤدبانه تر این حرفا رو میزنه. به نظر من این مسئله ایران موضوع بازگشت به برجام و اینا، این یه مسئله یک آلتی شده در مبارزات انتخاباتی اینها. کسانی که مثلا مشاور خیلی مهم بایدن، آنتونی بلینکن و اینا، این خیلی روشن گفته که ما هیچ کدوم از تحریم ها رو بر نخواهیم داد. تا اینکه بعد میگه که اگر ایران به برجام تمام کامل رعایت بکنه، خب رعایت کامل منظورشون خب همین افزایش میزان غنیگری یا غنیسازی است، ولی اینا مسائل بسیار کوچکی است. ایران همیشه روشن گفته که اگر که امریکا به برجام برگرده، ما هم فوراً این قدم هایی رو که برگشتیم به عقب برمیگردیم. بنابراین اینا بهانه است. عقیده من نباید خیلی روی این افراد در مورد مشکلات ایران و امریکا به اصطلاح حساب کرد. یک اشکالات خیلی مهمی هست که متاسفانه مهمترین اون برمیگرده به مسئله اسرائیل، و بایدن خیلی طرفدار اسرائیل، تمام حتی بعضی از اطرافیانش یهودی و تبار هستن، و خیلی میدونید هیچ، من فکر نمی کنم که تغییر اساسی در این مورد پیش بیاد. شما اگر ببینید به سیاست های اخیر امریکا در زمان مثلا ترامپ، بایدن هم این همش میخوان به صلاح حفاظت امنیت اسرائیل، برای اینا بسیار مهمه، و هدف دوم این عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای مسلمانه. الان همین خب اخیراً دیدیم که سه کشور عربی دیگه، اردن و مصر که روابط دارن با اسرائیل، سه کشور عربی دیگه هم رابطه برقرار کردن. من حدس میزنم که به زودی شاید عمان و عربستان و اینها هم رابطه برقرار کنن، و چه بس و مراکش، بعدن برای مراکش هم رابطه خوبی با اسرائیل داره. بنابراین این از این اهداف اینا دست بر نخواهند داشت، برای اینکه این اهدافی رو که در خاورمیانه ترامپ دنبال کرده، بایدن هم دنبال خواهد کرد، و بنابراین من فکر نمی کنم که این به این زودی بشه که برگردوند روابط ایران و امریکا رو به فرض کنید وضعی که در زمان اوباما بود. و البته از طرف دیگه این رو هم باید گفت که برجام در ایران هم مخالفان سرسختی داره، بنابراین اگر تازه امریکا هم بخواد برجام برگرده، هیچ بعید نیستش که بعضی نیروهای سیاسی در ایران نخوان که این همچی چیزی صورت بگیره. بنابراین مسئله برجام فقط مسئله امریکا نیست، این از اول همیشه مسئله مربوط به ایران هم بوده، و از همون زمان اول هم روشن بود که امریکا برجام رو یک قدم اول برای مذاکرات گسترده تر با امریکا میخواست. یعنی اونا فکر میکردن اگر امریکا حسنیتی نشون بده و یک توافقی با ایران در زمینه مسئله هسته‌ای بکنه و تحریم ها تا حدی برداشته بشه یا کمتر بشه، اون وقت ایران هم حاضر خواهد بود که در مورد مسائل دیگه هم با امریکا صحبت بکنه. ولی خب همونطور که میدونیم چنین چیزی صورت نگرفت. اولا که خب حکومت اوباما فقط یه چند ماهی بعد از برجام روی کار بود، و در ایران هم که همطور که میدونید یک به اصطلاح عکس العمل های منفی نسبت به این صورت گرفت که امکان مذاکرات بیشتر در زمینه‌های دیگر رو میشه گفت تقریبا از بین برد. درسته. آقای آبرامز هم امروز گفتن که اگر آقای بایدن رأی بیارن هم برای لغو تحریم‌های علیه ایران،
مشکلاتی خواهند داشت دولتش و نمیتونن اونقدر سریع و راحت از تحریم ها خارج به ایران از تحریم ها خارج بکنن. خانم مهاتر به نظر شما چرا این حرفو میزنن؟ یعنی آقای بایدن بیاد دستور بده که تحریم ها برداشته بشه یا وارد مذاکره با ایران بشه، چرا نمیتونه به راحتی تحریم ها رو برداره؟ خب ببینید، اولا که بسیاری از این تحریم ها بعداً به دلایل دیگه بر ایران تحمیل شد. مثلا حتی بعد از اونی که فرض کنید که زبان اوباما هم وقتی که بعد از اینکه برجام رو امضا کردن و بعضی تحریم ها برداشته که نشد، یعنی تعلیق شد، کاملا برداشته نشده بود، تعلیق شد. و بعد این خب بلافاصله خزانداری امریکا تحریم های دیگری تحت بهانه مثلا نقض حقوق بشر و غیره بر ایران و یا حمایت از تروریسم و غیره بر ایران تحمیل کرد. و خب این تحریم ها و اینا محتاج به رأی کنگره هم هست، موزه میکنید. و بعد مثلا تحریم های اولیه ایران که در 1996 برقرار شد در ابتدا، خب اونا توسط کنگره بود، بنابراین این پروسه خیلی پیچیده است. اینو بایستی در نظر گرفت که مثلا امریکا فرض کنید مثل کشورهایی که فرض کنید رئیس جمهور یا مثلا رهبر و غیره قدرت اینو دارن که وقتی میگن ما اینو کارو بکنیم این کار میشه. در امریکا این خیلی آسون نیست، یعنی نه فقط امریکا ولی به خصوص امریکا، برای اینکه نوع دموکراسی امریکا دیگه است. این در فرانسه مثلا رئیس جمهور خیلی بیشتر از رئیس جمهور امریکا قدرت داره در بعضی موارد. بنابراین این پیچیدگی های حقوقی در امریکا این خیلی مهمه. مسئله دیگه این هستش که مسئله ایران یک چیزی شده که بسیاری از گروه ها و مردم و سیاستمدارا رو به خودش مشغول کرده و اینه که همه در این مسئله از این مسئله هم استفاده میکنن هم سوء استفاده میکنن. یعنی مرزه میکنید و این مشکلات به آسونی از بین بردنی نیست. یعنی اگر ترامپ هم حتی بایدن هم مثلا یه حرف بزنه یا بگه من میخوام اینو عوض بکنم، خب اونقدر فشار از جنبه گروه های مختلف بر این خواهد بود. و این شما قبول بکنید که در داخل حزب دموکرات بسیار طرفداران اسرائیل هست، حتی خیلی بیشتر از جمهور خواهان. ترامپ تا حدی میشه گفت استثنایی بود، ولی خب بنابراین من فکر نمی کنم این امکان اینو داشته باشه که امریکایی ها کاری بکنن برای ایران بدون اینکه اینا مثلا چراغ سبز از نتانیاهو بگیرن. و خب اونم میدونید که در حال حاضر نیست کارو بکنه تا وقتی که مواضع ایران فرض کنید که عوض بشه. در آقای ترامپ در سخنرانی های زیادی گفتن که من اگر رئیس جمهور آمریکا دوباره بشم ایران به سرعت سرانش با من تماس میگیرن. به نظر شما این یه تهدیده یا یک خبره؟ و فکر میکنید که فشار بله این نه تهدید نه خبره، اینو همین خیلی به اصطلاح طرز به اصطلاح رفتار ترامپ دیگه. ترامپ این حرفا رو میزنه، منتها اونجا که این میخواد بگه این هستش که وقتی ایران ناامید بشه که مثلا یک حکومتی در امریکا روی کار بیاد که ممکنه ملایم تر با ایران رفتار بکنه، اینا مجبور خواهند شد که با من تماس بگیرن. و بنابراین اگر من انتخاب بشم شانس این که مثلا با ایران به توافقی برسیم بیشتره تا اینکه بایدن. فکر کنید با انتخاب مجدد ترامپ فشارهای اقتصادی آقای ترامپ بیشتر از اینی که الان هست بشه بر روی ایران؟ و فکر میکنی اصلا به سمت نظامی، حرکت نظامی به سمت ایران انجام بده آقای ترامپ؟ والا من به شما بگم که متاسفانه وضعی که پیش آمده و آثار فشارهایی که بر روی ایران اومده، ملاحظه میکنید حالا نمیشه همش رو گفت، به حدی است که دیگه امریکا احتیاج نداره به اعمال نظامی دست بزنه. امریکایی ها فقط همطور میتونن و
متحدینشون در منطقه میتونن بشینن و صبر کنن دیگه، صبر کنن که تا متاسفانه ایران از داخل به اصطلاح به تحلیل بره. موزه میکنید آخه این مشکل دیگه، این شرایط فعلی رو نمیشه برای مدت بیشتری قبول کرد. این مردم هم دیگه واقعا شما ببینید طاقتشون کم میشه دیگه فشار. حالا اینو من میخوام بگم، بنابراین لزومی نداره که امریکا دست به حمله نظامی بزنه دیگه. موزه میکنی این هم فقط منتظر میمونه که خود ایران از داخل به تحلیل بره، یا اینکه بیاد و مذاکره بکنه که با شرایطی که امریکا برقرار میکنه. و متاسفانه هیچ کس هم در این موقع به کمک ایران، ببینید در همین دهه‌های گذشته که ایران هی میگه من مثلا روابط راهبردی با روسیه دارم، با چین دارم، اینا هیچ کدومشون اصلا یک ذره به ایران کمک نکردن. اونا هم همه فکر کار خودشون هستن، ملاحظه میکنین، منافع خودشون هستن. من همیشه اینو گفتم و باز هم میگم، متاسفانه سیاست های خارجی ایران نه بر مبنای منافع ملی برقرار شده و نه اینکه بر اساس محاسبه دقیقی از امکانات ایران. واضح بکنید وقتی آدم آرمانم داشته باشه، آرمانم خوبه، ولی وقتی که بایسته امکان این که این آرمان رو به مرحله عمل برسونید، بایسته امکان اون رو داشته باشید، نه اینکه خودتون رو در راه مثلا رسیدن به آرمان جون خودتون رو از دست بدید. واضح میکنید چون خواهم بگید این متاسفانه این چیز، این طرز به اصطلاح فکر و برداشت در سیاست ایران نبوده، به خصوص در میدونید دهه اخیر و غیره. واضح میکنید که به استثنای همون دوره کوتاه برجام. بنابراین میدونید من خیلی فکر میکنم که مشکل به اصطلاح گره روابط ایران امریکا در ایرانه. آیا اینا متوجه شرایط بین المللی و شرایط منطقه‌ای میشن یا نه؟ شما الان ببینید شرایط منطقه‌ای ایران بسیار حساس شده. از طرفی شما ببینید وقتی اسرائیل با بحرین و نمیدونم امارات متحده روابط نزدیک داره، خب از اونجا خیلی راحت تر به ایران میتونه ضرر برسونه. یا از طرف دیگه در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، اسرائیل خیلی نفوذ داره. شما ببینید اینا الان واقعا ایران رو در یک نوع فشار انباری، گازانباری قرار دادن. خب برای در رفتن از این ایران هم که نمیتونه که در هر قدم که اینها بخوان که فرض کنید از خود فداکاری کنن و اینا، این نمیتونه که میدونی بالاخره مردم از جون و پوستن دیگه، از آهن و سنگ که نیستن. موضوع میکنی اینه که بایست این که این مسئله در داخل ایران حل بشه و خب دیگه اون مرحله است که من واردش نمیشم که چه راهی بهتره. اینو به قول حافظ گفتنی، صلاح مملکت ملک خسروان دانند. گدای گوشه نشینی تو حافظ و مخروش. گدای گوشه نشینی. خانم هانتر، شما فکر می‌کنید اگه آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه، وضعیت ارتباطش با بن سلمان نتانیاهو چطوری خواهد بود؟ فکر می‌کنید به همین روالی که آقای ترامپ پیش گرفته میرن یا نه؟ بله، من فکر نمی‌کنم. اتفاقا اینم یکی از اون چیزاییست که مردم اشتباه می‌کنن در مورد بایدن و ترامپ. اگر این ترامپ رو به خودش گذاشته بودن و فشارش نبوده بودن، تا حالا ترامپ خیلی از نیروهای امریکا رو تازه خیلی خارج کرده بود. الان شما ببینید ترامپ میخواد نیروهای امریکا رو از افغانستان خارج بکنه، بعضی از نظامیان امریکا جلوشو میگیرن. در عراق هم مسئله همینه. به طور کلی غریزه اصلی ترامپ این بود و این هست که امریکا نبایست که به اصطلاح مثل مزدور برای دولت‌های محلی کار بکنه، یعنی میخواست که اینها رو بیرون بکشه. برخلاف اون، بقیه من بایدن که یک نوع به اصطلاح
طرز تفکر اینترنشنالیست داره، ملاحظه میکنید؟ این خیلی ممکنه که خیلی بیشتر بعضی نیروی نظامی رو به کار ببره. هیچ بعید نیست که مثلا در سوریه اینو وارد امریکا رو فشار بیارن بعضی ها از جمله اسرائیل که شما بله وارد شین و به مسئله سوریه و اسد و فلان اینا رو تموم بکنید. موزه میکنه چه میخوام بگم اینه که نباید که این قضاوت های خیلی ساده گویانه در این موارد کرد. عوامله که مثلا نظامیگری در امریکا خیلی بیشتر از این هستش مثلا که رئیس جمهور بتونه همه اونا رو تحت کنترل خودش بیاره. اولا که خب بعضی از نظامی ها از طرف دیگر شرکت های صنایع نظامی و غیره، اینه که خیلی پیچیده تره که این باشه. ولی به نظر من اونچه که باید اگر رهبران امریکا واقعا عاقل باشن، اونچه که باید موجب بشه که امریکا از به اصطلاح این سیاست های خیلی میدونید غیر محتاطانه و نظامی دست برداری، مشکلات اقتصادی امریکا و مشکلات اجتماعی خود امریکاست. مثلا میکنید حتی امریکا با همه ثروت و اینا دیگه نمیتونه که هم انقدر مخارج نظامی داشته باشه و هم اینکه بتونه به مشکلات بسیار زیاد مربوط به زیر ساخت ها و نمیدونم مسائل اجتماعی و غیره برسه. بنابراین برای من این چی میگن برهان اقتصادی خواهد بود، منطق اقتصادی خواهد بود که شاید بتونه تا حدی این غریزه به اصطلاح دست زدن به عملیات نظامی رو کنترل بکنه. و خیلی بایدن و اینا، البته این بستگی هم به این داره که آیا یک حادثه نظیر مثلا 9/11 موزه میکنید حمله به برج نیویورک صورت به نگیره، یا مثلا در مثلا بزرگترین اشتباه این خواهد بود که فرض کنید که یک پایگاه امریکا فرض کنید در منطقه منفجر بشه، هر کجا که این منفجر شد اینا دوباره میان و مردم هم از اون حمایت بکنن. اینه که ببینید سیاست امریکا هم فقط و فقط از واشنگتن به اصطلاح تعیین نمیشه. بعضی اوقات سیاست امریکا عکس العمل به اون چیزی است که در منطقه اتفاق میفته. اگه اون کارهایی رو که صدام حسین کرد نکرده بود، ما نه جنگ اول خلیج رو داشتیم و نه بعد مهار دوگانه و نه مثلا جنگ عراق. موزه میکنه یعنی که سیاست خارجی فقط یک طرفه نیست، این یک به اصطلاح دیالکتیکه. موزه میکنه این یک کاری میکنه، اون یکی به اون عکس العمل میده، اون به عکس العمل اون انجام میده، نفر سوم به عکس العمل اینا چیز میکنه. میبینید و بعد یه وضعیتی پیش میاد که اصلا هیچ ارتباطی با اونچه که باعث بروز فرض کنید مناقشه اول شد نداره. اینه که بایستی که آدم، یعنی اونایی که کارشناسایی که در این مسائل هستن، این مسائل رو تا حدی بدون دوربین های تمایلات شخصی و یا مثلا تمایلات ایدولوژیک در نظر بگیرن. بله. خانم هانتر، جایگاه سیاست خارجی توی رأی مردم آمریکا چقدر تاثیر داره؟ چقدر از اینجا؟ بله، خب ببینید، من فهم کنم که در این انتخابات امروز در واقع میشه گفت که اصلا سیاست خارجی هیچ اثری نداره، برای اینکه مهمترین مسائلی که مطرح شده در این انتخابات، یکی مسئله همین این پندمی که این همگیری کووید و این که حکومت ترامپ اونطور که باید به خوبی با این برخورد نکرد، این یکی از مسائلی است که طرفداران بایدن خیلی از اون استفاده میکنن و به ترامپ حمله میکنن و تا حد زیادی هم حق دارن.
مسئله دیگه، مسئله فشار اقتصادی ناشی از همین اثر کووید بر اقتصاد امریکاست. این هم چیزیست که مردم خیلی بیشتر بهش توجه خواهند کرد. مسئله دیگه مسئله نژادی است. مسئله، یعنی باید مسئله نژادی رو هم گفت، یعنی مسئله سیاه پوستای امریکا حالا، و این هم خیلی مهم خواهد بود. بعضی ها میترسن از اینکه از افراط بعضی از این به اصطلاح فعالان آفریقای تبار، و اون حالا بستگی داره که ترس اونا چقدر باشه یا اینکه حاضر باشن به ترامپ دوباره رأی بدن. و بنابراین این سه مسئله به عقیده من تأثیرش خیلی بیشتر خواهد بود تا مسئله سیاست خارجی. در حال حاضر امریکا به اون معنی در جنگی درگیر نیست، یعنی مثلا افغانستان و عراق نیست که هر روز سربازهای امریکایی خیلی زیاد کشته می شدن یا زخمی می شدن. اینا مسائل دیگه هم ببینید، امریکا یک کشوری است به اندازه یک قاره، یعنی شما از یه سر امریکا بخواهید به اون سرش برید، میشه گفت مثلا از اینجا از امریکا بریم تو مثلا انگلستان، موزه میکنی، یعنی از مین تا کالیفرنیا همونقدر طول میکشه، بیشتر از 5000 مایل که حالا نمیدونم 8-9 کیلومتر میشه، موزه میکنی 1000 کیلومتر میشه. بنابراین اینا خیلی مسائل محلی براشون خیلی بیشتره. شما این مسائل سیاست خارجی بیشتر در همین واشنگتن که مرکز سیاسته، و البته رسانه ها هم همین درگیری های واشنگتن و دیدگاه واشنگتن رو منتشر میکنن. بنابراین اونایی هم که میخونن درباره امریکا، اون چیزی که اینا از دید به اصطلاح واشنگتن مطرح میشه میگن، در بعضی جاهای امریکا اصلا برای اون اصلا نمیدونن فرض کنید بغداد کجاست، میدونی یا اینکه نمیدونم کابل کجاست یا ایران کجاست. واسه میکنی این هست. بنابراین فکر هیچ وقت روی سیاست خارجی نبوده، مگر موقعی که مثلا در مورد فرض کنید که یک خطر خیلی واقعی و شدید متوجه امریکا باشه، و اون موقع بله سیاست خارجی مطرح میشه. ولی در حال مسئله چین ممکنه اثر داشته باشه. مسئله چین اثر داشته باشه چرا؟ برای اینکه مسئله چین و چالش چین جنبه اقتصادی داره، و اگر که امریکا به نحوی نتونه بعضی از کارهای چین رو مهار بکنه، خب این صدمه خیلی زیادی به اقتصاد امریکا زده میشه و به کارگران و حقوق کارگران و غیره. بنابراین مسئله چین خیلی مهم. بنابراین حتی اگه بایدن هم بیاد، من فکر نمی کنم شما دوباره مثلا برگرده به نمیدونم ترانس پاسیفیک، قرارداد ترانس پاسیفیک و اینا. این احساس به اصطلاح حمایت از تولید داخلی الان بیشتر شده، همیشه بوده ولی بیشتر شده. خانم هانته، به عنوان سوال آخر، شما فکر میکنید با شرایط امروز ترامپ رای میاره یا آقای بایدن؟ والا اگه من اینو میدونستم که صاحب کرامت بودم و همه چیزو میتونستم که پیش بینی بکنم، هیچ، البته در حال حاضر نظرسنجی ها و غیره نشون میده که بایدن پیشتاز است، و خب بنابراین بر اساس این بایستی که این رو پیش بینی کرد که این برنده خواهد شد. اما چند مسئله هم هست که باید این رو در نظر داشت. اول اینکه بردن آرای مردمی کافی نیست. شما باید اینکه الکترال کالج رو ببرید، یعنی ایالات های مختلف رو شما باید اینکه در اونجا برنده بشه. یکی این، هم بایدن هم ترامپ در بعضی ایالت ها یک به اصطلاح شکنندگی هایی دارن، موزه میکنی، و معلوم نیست که این چجور بشه. مسئله دیگه هم که هست اینه که بعضی وقتا در این نظر سنجی ها به خاطر این که مثلا این دیدگاه لیبرال در امریکا الان غالبه دیگه، موزه میکنید اگر کسی که فرض کنید یه قدری در بعضی مسائل یک نظر محافظه کاریانی داره، حالا چه در مسئله
به خصوص در مورد مسائل مثلا اجتماعی و غیره، اینا معمولا نظر اصلیشون رو نمیگن به نظرسنجا، میترسن. اگر شما مثلا امریکا بگید که من مثلا مخالف ازدواج همجنس گراها هستم، این فورا به شما برچسب این میزنن که شما مثلا چیز هستین، چی میگن، از فکری عقب مونده هستین و نمیدونم این لیبرال نیستین و حتی بعضی هم اتهام فاشیست هم به شما میزنن. موسیقی میکنی من برای کسی اگه از من بپرسه من نمیگم که مثلا من تو عقیدم چیه، موسیقی میکنی. و این بیشتر در مورد محافظه‌کار هاست تا در مورد لیبرال ها. اینه که معلوم نیست، شما ممکنه که در این نظر سنجی گفته باشین که من مثلا به بایدن رای میدم، ولی بعد مثلا حالا یا پست یا شخصا برید و به ترامپ رای بدین. ببینید، و به خصوص حالا من البته نمیدونم، به خصوص این که ترامپ در مناظره آخر تا حدودی میشه گفتش که خوب بازی کرد، رولش رو خوب بازی کرد نسبتاً. و بایدن هم میدونید، من مثلا خب البته من به بایدن رای دادم، به اینکه بالاخره از یه نظری حالا گرچه معتقدم چیزی خیلی زیاد عوض نمیشه، ولی اگر حتی یه شانس کوچولو هم باشه من ترجیح میدم بایدن باشه که شاید یه سیاست بهتری نسبت به ایران و خاورمیانه داشته باشه. حالا بنابراین من به بایدن رای دادم، اما در این حال خب یه نگرانی های در مورد بایدن هم هست، و به خصوص از نظر سلامتی خودش، و اینکه آیا این خواهد تونست که مثلا این 4 سال حکومت رو تموم بکنه. خب این یکی از چیزهاییست که آدم فکر میکنه اگه بایدن فرض کنید بمیره، حالا من نمیدونم که کامالا هریس مثلا بتونه که مثلا امریکا رو اداره کنه یا نه، موضوع که بنابراین هر دوی اینها میشه گفتش که یه نقاط ضعفی دارن. اینه که اگر شما واقعا بخواید که با از روی فکر و استدلال و اینا بخواید که تصمیمتون رو بدین، نه از طریق احساسات، مثلا از اینکه من از ترامپ متنفرم بنابراین به بایدن رای میدم، لازم میکنی این. خب حالا این دیگه معلوم نیست که این چطوری میشه، ولی البته در شرایط حاضر اگر این نظرسنجی ها عوض نشه مثلا در این یک هفته ای که مونده، که ممکنه یه مقداری فاصله کمتر بشه، خب نتیجه انتخابات رو نمیشه حتما، یعنی برای من اشتباهه که فکر کرد که حتما مثلا بایدن برنده میشه، و هیچ بعید هم نیستش که یک نوع به اصطلاح دعوای در مورد قانون اساسی پیش ایجاد بکنه، موضوع میکنه اگر رأی ها طوری باشه. همطور از قدم شکاف ها الان طوری شده که خیلی ها به آسونی حاصل نخواهند شد که نتیجه انتخابات رو قبول بکنن، گرچه بایدن ترامپ بالاخره گفت و تمام جمهوری خواهان گفتن که نتیجه انتخابات هرچی باشه ما قبول خواهیم کرد، و به اصطلاح میگن عوض شدن حکومت به صورت صلح‌آمیز پیش خواهد رفت. این خیلی مهمه، یعنی از نظر مثلا پرستیژ بین‌المللی امریکا هم خیلی مهمه، والله امریکا میشه مثل قزاقستان و نمیدونم قرقیزستان که سر انتخابات دعوا میکنن، میدونید. خب بنابراین این بقیده من به طور صلح‌آمیز صورت میگیره، اما در این میان خب ممکنه که یک کشمکش زیادی هم باشه که خب معلوم نیست که نتیجه چی بشه. اگر مثلا رأی به دادگاه عالی برسه، که دادگاه عالی باید در این مورد، سوپریم کورت دادگاه عالی در این مورد قضاوتی بکنه، خب در حال حاضر جمهوری خواه ها در دادگاه عالی اکثریت دارن، و بنابراین اونها همطور که در 2000 دادگاه عالی بود که رأی رو به نحو جورج دبلیو بوش داد، و الا یعنی الگور میشه گفتش که تا حدی برنده بود، منتها خب این پیچیدگی هایی که عرض کردم از نظر قانون اساسی هست. ولی من اگر اجازه بفرمایید حرف آخرم که من میزنم، مسئله مهم این نیستش که ایران منتظر باشه که کی برنده خواهد شد. بعد من
مشکلات ایران خیلی فراتر از تحریم هاست. یعنی این تحریم ها هم نتیجه شکاف های داخل ایران و نتیجه سیاست های ایرانه. ملاحظه میکنی هر قدر هم ظالمانه و غیر باشه، ولی ببینید روابط بین المللی یک چیز خیلی ظالمانه است. میدونید اینا همه در یک مسابقه مرگ و زندگی در واقع هستن. موضوع میکنی برای این هر دولتی هر ملتی باعث این که به فکر خودش باشه و ببینه در این جنگل بین المللی چطور بتونه خودش رو از حملات وحوش حمایت بکنه. اینی که مشکل یعنی راه حل ایران امریکا رو باید در ایران جستجو کرد، نه در امریکا. خیلی ممنونم خانم مهاتر بابت وقتی خواهش میکنم عزیزم.